با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز محترم، از اینکه در این ساعت با من هستید سپاسگزارم و از عزیزانی که از برنامه قبلی قدردانی کردند و استقبال کردند خیلی سپاسگزارم. مرسی از استقبالتون، مرسی که استفاده میبرید و بهره میبرید، چون همچنان که من دوست دارم که شما رو شاد و تندرست ببینم خوشحالم میشم که از این اطلاعات بهره ببرید، چون مسلماً فقط بیان من به تنهایی کافی نیست، عامل دیگرش اینه که شما بهره ببرید و استفاده بکنید از این دانش من. هرچند که این دانش ها درون افراد هست، آنچه که من میگم یه مقدار بیشتر حالت یادآوری داره که به حضور ذهنتون بیاد، ولی دانشی که من راجبش صحبت میکنم به یک گونه‌ای در همگانه هست، در collective consciousness، یعنی همگانه این دانش در بودی از خودشون درونشون هست، فقط به حضور ذهنشون نیست. برای همین هرچند که نمود نمیده و یه سری اطلاعات برای شما ممکنه تازگی به نظر بیاد و جدید به نظر بیاد، ولی بخشی از وجود شما که بهش آگاه نیستید از این اطلاعات آگاهه. و گاهی اوقات اگر یه سری چیزایی هم که میشنوید خیلی حس حقیقی و حس آشنا براتون داره، حتی اگر ذهنیتتون آشنا باش نباشه ولی حس میکنید که آشناست، اون از دانش درون خودتون هست که بهتون داره یادآوری میشه اون چه که داره بیان میشه. در جلسات قبل صحبت کردم راجع به خواب، خوابای مختلف، چگونگی استفاده از خواب. یه سری مرور میکنم اونچه که بیان کردم، این که ما سه نوع خواب داریم وقتی میخوابیم. یه سری خوابای اولی است که رها کردن انرژی روزه، یه سری خوابای دمای صبح که حالت سمبول دارن و تعبیر دارن، اون خوابا پیام داره اون خوابا. یه سری خوابا خوابای مابین هستن که اون سفر به استرو پلین هستش، اون قسمت خواب خیلی واقعی، اگر حضور ذهن داشته باشید به نظر خیلی واقعی میاد و تنها زمانی که متوجه میشید که واقعی نبوده وقتی که از خواب بیدار میشید، و دلیلش هم که واقعی حس میشه به این خاطر هستش که با بدن نوری واقعا دارید اونو تجربه میکنید. این قسمت از خواب تعبیر نداره ولی انعکاسی از خود شما هست. و دیگر این که شما میتونید قبل از که میخواین بخوابین خودتون رو پروگرام کنید برای آموزش، برای درمان، برای هر چیزی که براتون در این زمان مهمه. تکنیک درمان این هستش که ما درخواست درمان از روح درونمون میکنیم. ما ابعاد خیلی مختلفی داریم، لیول های آگاهی یا کانشسنس مختلفی داریم که به اعظمش آگاه نیستیم و نسبت به اون چه که ما هستیم، آگاهی ما نسبت به اون چه که ما واقعا هستیم شاید حتی 1% هم نباشه. یعنی اینقدر سطح آگاهی ما نسبت به اون چه که هستیم کمه. و خب یه مقدارش هم به خاطر اینه که این تو محیط و جو نیست و به ما یادآوری نشده، والدینمون هم از این مسائل آگاه نبودن و نسل در نسل یه سری آگاهی هایی هم که خیلی زمان قدیم بوده نسل در نسل فراموش شده. ولی در زمان فعلی آگاهی که ما نسبت به اون چه که هستیم واقعا هویت اصلیمون حدود 1%. اکثرا فقط این جسم رو میبینیم و خودمون رو شناسایی میکنیم با اسممون، با شغلمون، با خانوادمون و شرایط بود فیزیکیمون، ولی این شرایط بود فیزیکی 1% هویت اصلی ماست و فقط هم حتی حالت واقعی هم نداره. همین 1%ش هم حالت هولوگرام داره، یه حالت مثل خواب و رویا میمونه که ما برای خودمون داریم میسازیم و داریم یه بازی تو این بود میکنیم، ولی شناختی که از خودمون داریم حدود 1% هم شاید بیشتر نباشه. من بیشتر فقط راجع به روح درون صحبت میکنم برای اینکه قضیه رو آشکار و ساده تر بیان بکنم و برای افرادی که یه مقدار تازه هستن به این مسائل
توی یه سری مسائل هم خیلی وارد جزئیات نمیشم یا لایه های خیلی زیاد مختلف راجبش صحبت نمی کنم، چون میخوام مسئله رو ساده نگه دارم که درکش و پذیرایش ساده تر باشه. ولی خب در کلاس هم در مشاوره های یک با یک با افراد مستقیم بیشتر وارد جزئیات میشم و اون لایه های آگاهی که خودمون داریم در ابعاد مختلف ما رو بیشتر راجبش صحبت میکنم. ولی برای درمانی که میخوایم برای خودمون بگیریم، این تکنیکی که من آموزش میدم الان هست از استفاده از روح درون. روح درون ما و میگم روح درون به خاطر که ما ابعاد مختلف دیگه داریم که در بعد مدار فیزیکیمون نیست، برای همین من بهش میگم روح درون. روح درون بسیار آگاه و داناست، حافظه همه عمرهای ما رو داره و تمام دانش و تجربیاتی که در عمرهای مختلف کسب کردید روح شما اون حافظه رو داره. بنابراین میبینید که منبع خیلی خوبی هست برای هر گونه اطلاعاتی که میخواین داشته باشین، مخصوصا اطلاعاتی که مربوط به تجربیات بعد فیزیکی میشه، چون روح شما اون حافظه اون دانش رو داره. زبانهای مختلفی که در عمرهای مختلف یاد گرفتید روح شما این حافظه رو داره و هر چقدر ارتباطتون با روحتون بهتر بشه و ذهنیت خودآگاهتون یا هوشیاریتون که تو بعد بیداری داریم وقتی که هماهنگی پیدا بکنه با ذهنیت روح، بیشتر آگاه میشید به اون دانش‌های درون خودتون که الان اکثر موقعات اون چیزی که به عنوان حس شیشم راجبش صحبت میکنن، حس شیشم همون ندای روحه، همون دانش روحه که در ذهن خودآگاه ما اینو بهش آگاه نیستیم، ولی بعضی وقتا که حس میکنیم یه حس شیشم یه نداهایی به ما میده، اون حس شیشم ندای روحه، اون دانش روحه که داره یک ندایی به ما میده که ما آگاه باشیم، حواسمون جمع باشه و به یه سری مطالبی که ذهن بیداریمون، ذهن خودآگاهمون بهش آگاه نیست، روح حواسش جمع‌تر ندا میده که ما رو هدایت کنه. ولی فرمانده کل خود ما هستیم، یعنی این ابعاد مختلف، ابعاد مختلف ما هستند، مثل دست ما، پای ما، اعضای مختلف ما هستند. فرمانده اصل، فرمانده کل، کارگردان، نویسنده، همه کاره خود ما هستیم، خدای زندگی ما خود ما هستیم. برای وقتی که میخوایم درمان از روح درون بگیریم، شما کافیه شب قبل از که میخوایم بخوابین هر اون چیزی که براش درمان میخواین رو از روحتون درخواست کنید، سه بار اون درخواست رو تکرار کنید، همون یه درخواست رو سه بار تکرار کنید و از روحتون درخواست کنید، روحتون بهتون درمان میده در اون زمینه، در هر زمینه که میخواد باشه. درخواست هایی که از روحتون میکنید بعد ساده بیان بشه، نتیجه‌ای که میخواین رو بیان کنید، سه بار تکرار کنید درخواستتون رو، یک درخواست هم بیشتر در هر شب ندید و از روح خودتون فقط میتونید برای خودتون درخواست درمان کنید. مجاز نیست که از روح خودتون درخواست درمان برای کسی دیگه بکنید یا از روح کسی دیگه برای خودتون درمان بخواید. این مجاز نیست و ایجاد کارما میکنه، بنابراین به نفعتون نیست، این کارو نکنین. از روح خودتون فقط میتونید درمان بخواید برای خودتون. اگر به کسی دیگه میخواید کمک کنید، بهشون یاد بدید، بگید که شما توانا هستید، شما خودت قادری، میتونی از روح خودت درخواست کنی که بهت درمان بده. میتونید بهشون یاد بدید که از روح خودشون درمان بگیرن، ولی نمیتونید از روح خودتون درخواست کنید که به کسی دیگه درمان بده. این براتون کارما ایجاد میکنه. حالا درمان در اگر زمینه فیزیکی هست، میتونید بگید که سلامتی کامل در جسم من ایجاد کن. اگر برای کل جسم سلامتی میخواین، به این زمان بدید بنا به شرایطی که دارید. اگر که برای ارگان ها یا قسمت های اعضا، دست، پا، کمر، هر جای مختلف میخواین، اونم همین گونه درخواست برای اون قسمت بدید و به این زمان بدید که مدت زمانی که لازم داره تا اینکه سلامتی کامل ایجاد بشه. مقدار درمانی که روح شما به شما میده به حد ظرفیت شما هست.
چون همونطور که گفتم ارتعاش که میاد بالا مثل جریان برقه، اگه جریان برق آروم آروم بیاد بالا تدریجی شما رو خیلی متحول نمیکنه، نامیزون نمیکنه. ولی اگه یه دفعه وصل بشید به یه جریان برق 110 ولتی یا اینگونه ممکنه کشنده باشه یا پرتابتون کنه، آسیبتون برسونه. البته ارتعاش به این شدت اینطوری آسیب نمیرسونه، ولی یه مثاله. ارتعاش یه مقدار همین گونه مثل جریان برق باید آروم آروم بیاد بالا، اگه به سرعت بیاد بالا به نفع ما نیست، ما رو نامیزون میکنه. روح شما هم کاملا به این مطلب آگاهه، به حد ظرفیت شما به شما درمان میده. برای همین هر درمانی رو که درخواست میکنید بهش زمان بدید، حداقل 3 شب بنا به اینکه چی هست. ولی اکثر مسائل مخصوصا مثلا مسائل مالی بعد دراز مدت بهش درمان بدید. گاهی اوقات خیلی سریع نتیجه میبینید، یه تغییر میبینید، ولی دراز مدت بهش درمان بدید خیلی بهتره. بعضی اوقات به کارمایی که میخواین درمان بدید، زمانی که میخواید به اون تخصص بدید که به کارماتون درمان بدید، بستگی به میزان کارما داره. بعضی کارما که کمه فقط از یک عمره، 2-3 شب رها میشه تموم میشه. بعضی کارما که از چندین عمره یا یه کارمای سنگینه بعد کم کم رها بشه، این زمان بیشتری میبره، بعد 1 هفته یا 2 هفته روش زمان بذارید. زمانش بستگی به میزان کارما یا اون مسائلی که میخوایم بهش درمان بدید داره. وقتی که روی مسئله کار میکنید میخواین بهش درمان بدید، از شرایط خوابیتون میتونید پی ببرید که تو چه شرایطی هست. مثلا وقتی که به کارما میخواین درمان بدید، اوائلش ممکنه خواب یا تیره باشه یا سنگین باشه، یه سری انرژی سنگین باشه. اگر حضور ذهن داشته باشید، اگر حضور ذهن نداشته باشید نشون میده که اصلا آمادگی دیدنش رو نداشتید. درمان ایجاد شده ولی شما آمادگی دیدنش رو نداشتید، برای همین به یاد ندارید. ولی بخش روح شما به اون قضیه درمان داده. به مرور زمان که آمادگی ذهنی پیدا میکنید، یه سری قسمت‌ها رو تو خواب میبینید. هرچه خواب شفافتر و روشنتر میشه، نشون میده که میزان کارما کمتره یا یه مقدارش رها شده. یک کلوهایی، یک سرنخایی هم تو خواب به شما میدن که هم متوجه بشید که این کارما از چی بوده، کجا بوده، چجوری ایجاد شده و چه ربطایی داره. یه مثلی اینفورمیشن تو این خوابا به شما داده میشه موقعی که رو درمان خاصی، هر درمانی کار میکنید. رو کارما که کار میکنید، اگر بعضی وقتا خوابایی که میبینید یه خورده سبک نیستن، روشن نیستن، بهش اعتنا نکنید، موقته. بعد از 2-3 شب این حالتش برطرف میشه و یه مقدار میزان کارما که رها میشه سبکتر میشه. شما میتونید از روحتون درخواست درمان بکنید شب قبل از که میخواید بخوابید، برای درمان بدن فیزیکی، برای درمان به شرایط مالی، برای درمان به کارما، برای درمان به رابطتون با افراد خانواده، برای درمان و بهتر کیفیت شدن شرایط کاریتون، برای آموزش. یکی از بهترین استفاده های این تکنیک درخواست آگاهی بیشتر و آموزشه. یه سری اگر هم درخواست آموزش میکنید، یه سری مسائلی که تو خواب به شما آموزش میدن اینگونه نیستش که مثل اینکه تو کلاس نشستید یکی داره به شما یه سری چیزا رو میگه. یه سری اطلاعات ذره ذره به شما میدن، حتی از اونی هم که به شما میدن شما یه قسمتیش که آمادگی ذهنی دارید یادتون میمونه در خواب، که مثلا میگه در خواب اینو دیدم وقتی که بیدار میشید. ولی در زمینه‌هایی که آموزش میخواین، همزمان که پروگرام میکنید برای آموزش، یعنی شب قبل از که میخواین بخوابید درخواست میکنید که به شما در یک زمینه آموزش داده بشه، همزمان درخواست بکنید که در خواب کمکتون کنن که حضور ذهن داشته باشید، همین که خواب یادتون بمونه موقعی که بیدار میشید. و بعضی وقتا هم یه چیزایی در روزمره اون تریگر میکنه اون خواب که یادتون بیاد که چه خوابی دیده بودید. زمانی که درخواست آموزش میکنید،
اون چیزی هم که به شما آموزش داده میشه بنا به ظرفیتتون هست. چون بعضی وقتا ممکنه شما درخواست یه سری اطلاعاتی بکنید که ممکنه آمادگی ذهنی یا ظرفیتش رو نداشته باشید. یه سری مسائلی که شما آمادگی ذهنیش رو ندارید یا داده نمیشه، ولی اکثر وقتا به شما اون اطلاعات داده میشه ولی به بعدی از شما که آمادگی دریافتش رو داره. مثلا اگر که ممکنه به ناخودآگاه شما یه سری اطلاعات داده بشه، بعد به مرور زمان که شما یه چیزایی تجربه میکنید، یه چیزایی رو گوش میدید، یاد میگیرید، یواش یواش اون آمادگی ذهنی هم بر اون چیزی که به شما یاد دادن ایجاد میشه. ولی اگر درخواست آموزش میکنید، اینو بدونید که مثل تیکه های پازل میمونه. پازل میدونید این تیکه های عکس هست که رو هم میذارید تا یه عکس کامل درست بشه. از تیکه تیکه های مختلف یه عکس ساخته میشه، مثل تیکه های پازل میمونه. کم کم به شما این اطلاعاتو میدن و هر چقدر که شما به مرور، که این زمان میبره بعضی وقتا بنا به درخواستی که دارید، اون چیزی که دریافت میکنید، هر چه ظرفیت دریافتتون بالاتر بیاد و آگاهیتون بالاتر بیاد، مقدار اطلاعاتی هم که میتونن به شما بدن بیشتر خواهد بود. ولی معمولا هم هر چقدر، مثلا اگر هر شب این کارو بکنید، رو درخواست آموزش بدید یا درخواست درمانه دیگر هم که اگه خواستید بدید، به مرور چون خود این درمان ها و این درخواست ها ارتعاش شما رو یکم میاره بالا، حضور ذهنتون رو به مرور بیشتر میکنه تو خواب، آگاهیتون رو بیشتر میکنه تو خواب. گاهی اوقات ممکن اصلا تو خواب آگاه باشید که دارید خواب میبینید و همزمان مثلا یه سری اطلاعاتی که میگیرید همون موقع خودتون بتونید تو خواب تعبیر کنید که این چیزی که من دیدم این معنی رو داره. حضور ذهنتون بیشتر میشه به مرور زمان تو خواب. یه کار دیگه که خیلی مفید هست این هستش که قبل از که میخواین بخوابین، برای حداقل 10 دقیقه، اگه 20 دقیقه این کار بکنید که خیلی بهتره، برای 10 دقیقه تمرکز حواس بکنید. تمرکز حواس منافع خیلی زیادی داره. تغذیه میده بدن فیزیکی رو، تغذیه میده بدن نوری رو، تغذیه میده روح ما. چون درصد انرژی که ما از غذا خوردن میگیریم برای جسممون حدود شاید کمتر از 10% از انرژی که ما لازم داریم که به ما میده. قسمت اعظمی از انرژی که جسم ما، بدن نوری ما و روح ما میگیره از نور هست، از انرژی کائنات و نور هست. که شما وقتی که تمرکز حواس میکنید، مثل اینه که به کائنات دارید وصل میشید، به ابعاد بالاتر خودتون وصل میشید و انرژی میگیرید و این درمان و تقویت میده به ابعاد مختلف شما. بنابراین منافع خیلی زیادی داره. حتی سیستم دفاعی و تمرکز حواس زیاد میکنه. اینو ثابت کردن با آزمایش خون، که آزمایش خون گرفتن از افرادی که قبل از که تمرکز و حواس کردن، و آزمایش خون باز ازشون گرفتن از بعد از که تمرکز و حواس کردن، تی سل کاونت خونشون بالا رفته این افراد که تو این گروه بودن بعد از حدود 1 روب تمرکز حواس. تی سل کاونت اون چیزی هست که مجبور در خون هست و مربوط میشه به سیستم دفاعی بدن. هر چقدر تی سل کاونتتون بالاتر باشه، کمتر مریض میشید، سالمتر خواهید بود. این یه قسمتش بوده که تونستن با آزمایش خون ثابت کنن. استفاده ها و منفعت های خیلی بیشتری تمرکز حواس داره که خب یه سریشون نمیشه ثابت کرد، ولی خودتون اینو متوجه میشید. اگر یه برای 10 دقیقه هر روز تمرکز حواس بکنید، تأثیرش رو خیلی واضحا متوجه میشید. بهتر میخوابید، اعصابتون آروم تره، مشکلاتتون راحت تر حل میشه، جواب مشکلات راحت تر به ذهنتون میرسه و کلن میبینید که روال روزمرتون بهتر میشه. بدن ما، بدن نوری ما و روح ما در هر 24 ساعته حدود 20 دقیقه احتیاج به ریچارج داره. مثل باتری که چارج میکنیم، ما هر 24 ساعت برای 20 دقیقه لازم خودمون رو چارج کنیم. برای همین اگر که حداقل برای 20 دقیقه روزانه تمرکز حواس یا مدیتیشن بکنید خیلی مفیده. ولی حتی اگه 10 دقیقه هم قبل از خواب این کارو بکنید باز به شما فایده میده. برای افرادی که یه مقدار عادت ندارن به تمرکز حواس، 10 دقیقه هم بکنن باز منافع خیلی خوبی داره. مخصوصا قبل از خواب خیلی کیفیت خواب و حضور ذهنتون رو در خواب زیاد میکنه.
حالا یه تکنیک خیلی ساده تمرکز حواس که میخوام بهتون یاد بدم این هستش که وقتی که میخواین تمرکز حواس کنید بشینید روی صندلی. یه روش های قدیمی تر هستن که چارزانو میشینن، اگر اون براتون راحت تر اونطوری عادت دارید مسئله نیست چارزانو بشینید، ولی من خودم ترجیح میدم که وقتی که میشینم کف پام روی زمین باشه. یکی این که چارزانو نشستن یه مقدار برای من راحت نیست، عامل دیگرش این هستش که وقتی که شما کف پاتون روی زمین هست شما ارتباط دارید ایجاد میکنید با کره زمین. یه تفاوت انرژی که در انرژی که الان هست تا مثلا 30 سال 40 سال پیش قبل برای افرادی که تمرکز حواس میکردن، یکی از اهداف افرادی که تمرکز حواس میکردن در دوران قدیم این بود که برند به ابعاد بالاتر، به ابعاد نوری بالاتر که آگاهی کسب کنن، به خاطر که ارتعاش کره زمین پایین در بعد 3 بوده، در یه مقدار پایین تر بوده، اینا میخواستن برند به ابعاد بالاتر که بتونن که ارتعاش بالاتر داره که آگاهی بیشتر بگیرن. این کار خیلی لازم نیست الان، چون الان ارتعاش خود کره زمین بالا آمده و دائم در حال بالا رفتنه. یعنی هرچی ما پیش میریم، این سیر از خیلی سال پیش شروع شده، سال از قبل از 10 سال، 12 سال قبل از 2012 این سیر شروع شده، 2012 یه جامپ زیادی کردین ارتعاش و الان همینجور دائم در حال بالا رفتنه. هر گهگاهی هم حدود یه سال یه بار، البته این زمان دقیقش نیست، این بالا رفتن ارتعاش یه جامپ میکنه، بعد یعنی یه جامپ میکنه بالا، بعد دوباره یواش یواش شروع میکنه بالا رفتن. به این دلیل چون ارتعاش خود کره زمین داره میاد بالا، ارتعاش هر چیزی هم که روی کره زمینه به مرور داره میاد بالا. به این دلیل خیلی واجب نیست دیگه الان برای افرادی که تازه دارن تمرکز حواس شروع میکنن، خیلی واجب نیست که سفر کنند به ابعادی که بعد بالاتره، چون خود جو انرژی زمین داره میره به ارتعاش بالاتر. چیزی که الان خیلی مهم و واجبه برای افراد اینه که انرژیشون رو گراوند کنن، گراوند که یعنی تعادل ایجاد کنن در انرژی خودشون. که حالا که چرا ما این تعادل رو لازم داریم حالا بعد از این راجبش صحبت میکنم، ولی برگردم سر تمرکز حواس. میشینید با کف پاتون روی زمین که این ارتباط ایجاد میکنه با کره زمین، ستون فقرات صاف. میتونید تصور کنید که از چاکرای اولتون، از بیس اسپاین، یک نور یا یک انرژی، حالا هر چیزی که میخواین اون انرژی رو تصور کنید میتونه باشه، میتونه مثل تنه درخت باشه، میتونه تناب باشه. هدف اینه که خودتون رو از چاکرای اول که پایین نخاع هست تصور کنید که یک انرژی شما رو وصل میکنه به مرکز کره زمین. این انرژی شما رو خیلی گراوند میکنه و همچنان این ارتباط با مرکز کره زمین یک مثل حالت لوله کشی میشه، یه راهی به انرژی جسمی و نوری شما میده که یه سری انرژیایی که مال خودش نیست رو رها کنه، بفرسته به زمین و همزمان از کف پاتون نیرو و انرژی بگیرید از زمین. پس اون کانکشنی که از چاکرای اول وصل میکنید به مرکز زمین حالت رها کردن داره، راهی برای جسم و فضای شما میذاره که یه سری انرژیایی که مال خودتون نیست یا انرژی قدیمی رو رها کنید و کف پاتون که رو زمینه کمک میکنه که از انرژی کره زمین بیشتر بهره ببرید و انرژی بگیرید. پس کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، از پایین نخاع یا چاکرای اول نوری یا وسیله‌ای وصل کنید به مرکز کره زمین که شما رو گراوند کنه. در شروع تمرکز حواس کف دستاتون رو باز بذارید، این حالت دریافتی داره که یعنی آماده دریافت انرژی از کائنات هستید. آخر تمرکز حواس که تموم میشه تمرکزتون، دستاتون رو مشت کنید. این حالت داره که اتمام تمرکز هست و همچنان ما موقعی که تمرکز حواس میکنیم، حاله اورای ما
یه مقدار اکسپند میشه، یه مقدار بازتر میشه. وقتی که دستتون رو مش میکنید آخر تمرکز حواس، هم ذهنن مثل سیگناله که آخر مدیتیشنه، هم این لایه اورا برمیگرده به حالت عادیش. چون لایه اورا معمولاً خیلی زیاد با بدن نباید فاصله داشته باشه، حدود 18 اینچ تا 20 اینچ فاصله بین جسم تا لایه اورا حدود مناسبی هست. حالا برای افرادی که راجع به اورا اطلاع ندارن، ما خارج از انرژی ما به سطح بدن ما تمام نمیشه، ما فراتر از جسممون یه انرژی فیلد داریم که حالت مگنتیک هم داره، یه انرژی فیلد داریم که دور تا دور جسم ما هست. و افرادی که میتونن اورا رو ببینن معمولا حالت یک تخم مرغ مانند داره، یک تخم مرغه که حالت سرطر داره، گرد گرد نیست. خیلی وقتا تو عکس ها اینو حالت گرد میکشن افرادی که عکسشو میگشن، ولی حالت کاملا گرد نیست، حالت اوول داره بیشتر، مثل حالت شکل تخم مرغ. و رنگ لایه های مختلفش رنگ های مختلف هم داره. افرادی که میتونن اورا رو ببینن معمولا همون رنگ های مختلفی که در اورا هست رو میبینن. حالا دیگه بنا به دیدشون و چشم بصیرتشون انرژیایی که میبینن میتونه متفاوت باشه. پس این گونه تمرکز حواس میکنید برای 20 دقیقه هر روز. هدف از تمرکز حواس سکوت ذهنه یا آرام کردن ذهن. حالا برای آرام کردن ذهن روش‌های مختلفی هست. همین گونه که گفتم میشینید، بعد هدف آرام کردن ذهن. میتونید تمرکز کنید روی ضربان قلبتون، میتونید تمرکز کنید روی تنفستون با دم و بازدم نفستون، که توجه به نفس خیلی مفیده، چون همچنان که به نفستون توجه میکنید خود دم و بازدمتون رو عمیق‌تر و آروم‌تر میکنه، خیلی در ریلکس کردن و آرامش خیلی کمک میکنه. حتی در روزمره اگه احساس میکنید خیلی دارید بدو بدو میکنید، یه لحظه وایسید، سه تا نفس عمیق بکشید، این خیلی شما رو ریلکس میکنه. میتونید برای آرام کردن ذهن به یک موزیک ملایم گوش بدید. اگر موزیکی که بهش گوش میدید لیریک داره، یعنی شعر، کسی که شعر میخونه، اونم مسئله نیست، فقط لیریکش مثبت باشه، چون اون گفته هایی که میگه شما به تکرار که گوش میدید، این به تکرار بعد تو مرز ناخودآگاه تاثیر میذاره وقتی که به تکرار بهش گوش بدید. بنابراین توجه کنید که اگر موزیکی که یا آهنگی که ازش میخواین برای تمرکز حواس استفاده بکنید، جملاتش مثبت باشن، جملاتش شاد و مثبت باشن، چیزایی که احساس خوب به شما میده، احساس شادی به شما میده. این برای تمرکز حواس. وقتی که هر روز برای 20 دقیقه تمرکز حواس بکنید، واقعا تاثیرش رو تو روزمره‌تون میبینید. امتحانش هم مجانیه. روزی 20 دقیقه تمرکز بکنید، میبینید که اعصابتون آروم‌تره، یه سری چیزایی که قبلا تحریکتون میکرد دیگه تحریکتون نمیکنه، مثلا عصبیتون نمیکنه، روال آدمایی که تو مدار زندگیتون میان تغییر پیدا میکنه. یه کار دیگه که برای آرام کردن ذهن میتونید انجام بدید